سلام میکنم به ایرانی های عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. امروز هم اومدم بهتون یک روشی رو معرفی بکنم و آموزش بدم که این روش رو من قبلا در رابطه باش صحبت کردم و قبلا یک روش خیلی خیلی شبیه به همین رو معرفی کردم، اما گفتم بیام براتون یک آپدیتی بدم و تغییراتی که روی این روش ایجاد شده و یک پلتفرم جدیدی که میتونیم باهاش این روش رو اجرا بکنیم رو بهتون آموزش بدم. دوستان حتما حتما تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنید. به امید روزهای بهتر برای کشورمون، به امید روزهایی که هر روز که از خواب پا میشیم بتونیم خبرهای خوب بخونیم و اینقدر خبرهای ناراحت کننده نخونیم. دمتون حساب میگم و بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیوی امروزمون. خب دوستان، روشی که میخوام امروز بهتون آموزش بدم یک روش فریلنسری هستش. یعنی شما میتونید از طریق کار فریلنسری درآمدهای دلاری خیلی خوبی رو توی روش امروزمون داشته باشید. میرید وارد پلتفرم لاتیو میشید. این پلتفرم یک پلتفرمی هستش که با ارز دیجیتال به ما پول پرداخت می‌کنه و می‌تونیم با ارز دیجیتال پولمون رو داخل ایران دریافت کنیم. اما دقت بکنید که حالا من قبل اینکه بهتون توضیح بدم فرق لاتیو با پلتفرم‌های فریلنسری دیگر رو، یک توضیح بهتون بدم که کلن کار فریلنسری چیه. دوستان، شغل فریلنسری یک شغل کاملا دائمی هستش و یک شغلی که خیلی از افراد خارج از کشور کار دائمیشون همین هست و دارن این کار رو برای شغل دائمشون انجام میدن. شما میتونید بیاید اگر مهارت خاصی دارید، مثل برنامه نویسی، مثل طراحی سایت، مثل فتوشاپ یا هر چیز دیگه ای، بگید که مثلا من میام یه دونه تامنیل یوتیوب با فتوشاپ برات درست میکنم، برای هر کسی میاد درست میکنید و بعد مثلا $10 بابتش دریافت میکنید. به این صورت میتونید مثلا یک کاری رو با یک قیمت خاصی به اون فرد حالا کارفرماتون بدید و خیلی ساده درآمدهای خیلی خوبی رو داشته باشید. دوستان، اما فرقی که لاتیوم با پلتفرم‌های دیگه داره اینه که لاتیوم ارزهای دیجیتال رو ساپورت می‌کنه. یعنی شما می‌تونید با بیت کوین، لایت کوین و کلی ارزهای دیجیتال دیگه که داخل ایران هم صرافی‌ها میتونن براتون نقدش بکنن، خیلی ساده می‌تونید توی تومان به صورت تومان داخل حسابتون داشته باشیدش، برداشت بکنید. اما فرقش اینه که خب مخاطب‌هایی که داره کمتره. یعنی شما افرادی که می‌بینید هم رقابت کمتره، هم سفارشایی که میگیرید کمتره. اگر مثلا داخل پلتفرم‌های مثل فایبر فعالیت بکنید، شما نیاز دارید که یک حساب پیپل و یک حساب خارجی داشته باشید تا بتونید پولتون رو برداشت بزنید، ولی خب سفارشایی که شما میگیرید خیلی بیشتر هستش و به همون صورت باز رقابت هم بیشتره. یعنی رشد کردن داخلش هم سخت‌تره. اما خب دیگه با توجه به سلیقه خودتون هستش که دوست دارید داخل این پلتفرم فعالیت بکنید و حالا دوست دارید با ارز دیجیتال پولتون رو برداشت بکنید یا دوست دارید با پیپال برداشت بکنید و شرایطش کدوم براتون راحت تر هست. اما خب من پیشنهادم بهتون اینه که داخل هر جفتشون اکانت داشته باشید، یعنی هم فایور، هم لاتیوم، هم حتی freelancer.com، هم پیپل پر اور ببخشید، میتونید بیاید داخل همشون اکانت داشته باشید، داخل همشون هم آگهی بذارید. حالا هر کدوم که بهتون سفارش دادن میتونید شما بیاید سفارش رو بهشون تحویل بدید دیگه، اینجوری فقط محدود به یک جا هم نیستید، خیلی ساده میتونید داخل پلتفرم‌های مختلف اکانتتون رو رشد بدید. اما زمانی که وارد پلتفرم لاتیوم میشید، پایین‌تر اگر بیاید می‌بینید که بیت کوین، لایت کوین و حالا ارزهای دیگر رو ساپورت می‌کنه که خیلی ساده می‌تونید از این ارزها استفاده بکنید و پولتون رو برداشت بزنید. برای شروع فعالیتتون فقط کافیه که روی گزینه آی وان تو ورک بزنید، اینجا ایمیلتون رو وارد بکنید یا اینکه با اکانت گوگلتون یه دونه اکانت بسازید و به سادگی بتونید وارد این پلتفرم بشید. زمانی که اکانتتون رو ساختید وارد یک همچین صفحه میشید که اینجا برای شما داره آگهی‌های مختلف رو نشون میده. مثلا میاد این یه دونه لوگو دیزاین برای ما درست می‌کنه، یعنی یک لوگو میاد برای ما طراحی می‌کنه و بابتش $5 دریافت می‌کنه. یا مثلا یکی میاد دوباره یه دونه تامنیل یوتیوب درست می‌کنه و بابتش $5 دریافت می‌کنه. به همین سادگی می‌تونید بیاید اینجا مثلا سفارش بدید. اما خب ما نمی‌خوایم بیایم سفارشی بدیم، ما می‌خوایم بیایم یک ویدیو یه دونه آگهی درست بکنیم و اون کاری که انجام میدیم رو به فروش بذاریم. اول از همه شما باید بیاید روی این گزینه گرافیک اند دیزاین کلیک بکنید. اینجا بیاید روی ساب کاتگوریز بزنید. روشی که می‌خوام امروز بهتون آموزش بدم خیلی کارهای مختلفی میشه توش انجام داد. یعنی شما با یک پلتفرمی که میخوام امروز بهتون بگم میتونید بیاید هم لوگو دیزاین بکنید، هم عکسای سیاه‌سفید رو بیاید برعکس بکنید، هم بک‌گراند رو میتونید ریموو بکنید، هر کاری که فکرشو بکنید میتونید انجام بدید. الان مثلا من اگر بیام اینجا سرچ بکنم ریموو بک‌گراند، خب اشتباه سرچ کردم این رو، ریموو بک‌گراند رو که سرچ بکنم، خب میاد که کلی آگهی رو برای من میاره که میاد بک‌گراند های عکس ها رو ریموو میکنه، یعنی کاملا پشت عکس رو از بین میبره و میاد که $5 $5 $5 همینجوری $5 $5 دارن پول دریافت میکنن بابتش. شما هم خیلی ساده میتونید بدید که همچین آگهی درست بکنید و به سادگی داخل این پلتفرم آپلودش بکنید. دوستان اینجا روی گت استارتد میزنید،
اینجا روی گزینه I want to work میزنید، اینجا روی گزینه list your service کلیک میکنید و یک همچین صفحه برای شما باز میشه. create your service رو میزنید، اینجا تمامی اطلاعاتتون رو وارد میکنید، دقیقاً مثل همون آیه‌ای که اونجا دیدیم. یعنی شما میتونید background یک عکس رو حذف بکنید، اما دقت بکنید که اینجا یک گزینه ای داره که شما باید $12 پول بدید تا اکانتتون وریفای بشه. اگر اکانتتون وریفای نشده باشه، یعنی کاملا رایگان داخلش فعالیت بکنید، باز هم یه دونه آگهی رو میتونید بسازید. اما اگر وریفایش بکنید، بیشتر از یه دونه آگهی میتونید بسازید. ببینید که من الان اومدم نوشتم که روی گزینه فریش کلیک کردم و اینجا نوشته که شما میتونید یه دونه سرویس رو به سادگی بسازید و کاملا آگهیتون رو یه دونه رو میتونید انجام بدید. اگر بخواید بیشتر از یه دونه بذارید، باید $12 رو پول بدید. پس به هیچ عنوان اون $12 رو ندید و حالا اگرم خواستید بیشتر از یه دونه بذارید، با اکانت های مختلف این کار رو انجام بدید. اما زمانی که آگهیتون رو درست کردید، توی گزینه My Workflow که بیاید، اگر سفارش دریافت کرده باشید، اینجا بهتون نشون میده. مثلا نوشته که حالا کی اومده بهتون سفارش داده و چه چیزی ازتون خواسته. برای مثال اون فرد اومده یه دونه عکس براتون فرستاده و گفته که بیا بک‌گراند این عکس من رو از مین ببر. حالا شما میتونید بیاید چیکار بکنید؟ میتونید بیاید عکستون رو که حالا گرفتید، خیلی ساده بک‌گراندش رو با این روش که میخوام بهتون بگم از مین ببرید. برای مثال من میام وارد حالا پلتفرم پیکسل میشم و اینجا هر عکسی که بخوام رو میتونم انتخاب بکنم که بک‌گراندش رو از بین ببرم. مثلا میام این عکس رو انتخاب میکنم، خب، و اینجا روی دانلود که بزنم، خودش به صورت اتوماتیک برای من دانلود میشه. میبینید که الان دانلود شد، روی سیو که بزنم میبینید که عکس رو داره برای من دانلود میکنه. دوستان الان مثلا میخوام بک‌گراند این عکس رو از بین ببرم. حالا شما خب عکسی نباید دانلود بکنید، شما اون عکس رو اون فرد خودش برای شما میفرسته و اون عکس رو باید بک‌گراندش رو از بین ببرید. برای بک‌گراند از بین بردن میاد وارد پلتفرم hotpot.ai میشید. میبینید که چقدر کارهای مختلفی رو میتونید با این پلتفرم انجام بدید. یعنی شما میتونید بیاید آبجکت ها رو ریموو بکنید، تمامی این هایی که میگم رو میتونید با همین یه دونه پلتفرم انجام بدید و همش رو هم میتونید از طریقش یه دونه آگهی جداگونه بسازید و از طریقش درآمد داشته باشید توی پلتفرم های مختلف فریلنسری. میتونید بیاید آبجکت ها رو از بین ببرید، یعنی مثلا یک تیکه از عکستون رو کلا پاک بکنید و میبینید که الان مثلا اینجا یه دونه آدم بوده، دیگه آدم اینجا نیستش. میتونید بیاید عکساتون رو رنگی بکنید و کلی کارهای دیگه. میتونید عکسای مثلا دمیج خورده رو، عکسای آسیب دیده رو کاملا هم سالم بکنید. الان مثلا من روی گزینه ریموو بک‌گراند میزنم که میخوام بک‌گراند این عکسام رو از بین ببرم و اینجا گفته که بیا عکست رو آپلود بکن. روی این گزینه که بزنم، اینجا عکسم رو میام آپلود میکنم و همونطور که میبینید الان عکس من آپلود شده اینجا. و روی گزینه ریموو اگر بزنم و یکم که صبر بکنم، عکس من رو شروع به بک‌گراند ریموو کردن میکنه. میبینید که الان عکس من آپلود شد، الان داره اون کار پروسسینگش رو انجام میده، یعنی اون مرحله‌ای که داره عکسم رو بک‌گراندش رو از بین میبره انجام میده. و همونطور که میبینید چقدر عالی الان اومد بک‌گراند من رو از بین بردش. و اگر من عکس رو دوباره دانلود بکنم، میبینید که این عکس بدون بک‌گراند من هستش و این هم عکس با بک‌گراند من. همونطور که میبینید چقدر حرفه‌ای اومد بک‌گراند رو کاملا از بین برد و بک‌گراند عکس من رو پاک کردش و به صورت کاملا رایگان هم تونستم بیام دانلودم رو انجام بدم. دوستان شما هم از طریق ریموو کردن بک‌گراند، هم از طریق رنگی کردن عکس و کلی کارهای دیگه که همشون داخل یک پلتفرم hotpot.ai هستش میتونید انجام بدید و با همشون هم میتونید از طریق پلتفرم‌های فریلنسری درآمدهای خوبی رو داشته باشید. مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردید دوستان. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید، از این بالا میتونید ساب بکنید. اگر همین ویدیو رو هنوز ندیدید، حتما همین الان برید و ببینیدش.